به طور کلی زمین فوتبال به 18 قسمت تقسیم میشه و همه ما از اهمیت منطقه 14 خبر داریم. اما گواردیولا آدمی نیست که به ترکیب سنتی اعتقاد داشته باشه و متد مختص به خودش رو داره. سیستم گواردیولا به 20 منطقه تقسیم میشه. در سیستم سنتی 3 ناحیه عمودی و 6 ناحیه افقی داریم. اما گواردیولا آدمیه که کارها رو به روش خودش انجام میده و زمین فوتبال رو به 4 قسمت افقی و 5 قسمت عمودی تقسیم کرده. اما چرا اون این کارو کرده؟ دلیلش پوزیشنال پلی. پوزیشنال پلی روشیه که پپ ترجیح میده بازی کنه و معمولاً با تیکی تاکا اشتباه گرفته میشه. پوزیشنال پلی هدفی داره که با برتری عددی در زمین فوتبال و خطوطی که پپ تعریف کرده و براش مهم هستن به نتیجه برسه. با این کار در مناطق حساس مالکیت توپو به دست میاره. دفاع حریفو فریب میده و موقعیت‌های خطرناک و با کیفیت به وجود میاره. چیزی که در ذهن پپ هست اینه که مالکیت و پاس‌هایی که به هم میدن هیچ اهمیتی نداره، بلکه هدفش به هم ریختن نظم تیم حریفه. پپ با مناطقی که به وجود آورده تونسته کاری کنه که بازیکناش بدونن که کی کجا باشن و چه کاری رو باید انجام بدن. و بازیکنان بر اساس توپ و هم‌تیمی‌هاشون میدونن که باید کجا باشن و چه کاری کنن و خطرناک‌ترین پاس‌ها رو ارسال کنن. علاوه بر اینها با تشکیل این مناطق اونا میدونن بر اساس اینکه توپ کجاست، در چه مناطقی اصل اوورلود یا همون فشار مضاعف رو پیاده کنن که بتونن به تیم حریف ضربه بزنن. مهمترین منطقه برای پپ منطقه 14 هست، به خاطر اینکه بیشتر گل‌ها از این منطقه نشأت می‌گیره. چون هافبک میتونه پاس عمق بده، شوت بزنه و پاسو به چپ و راست ارسال کنه. منطقه کانال‌های کناری معروف به منطقه پپ هستن. چون شما دو کار میتونین بکنید، یا پاسو به کانال‌های داخلی بدید یا توپو ارسال کنید به محوطه جریمه. این مناطق برای فریب مدافعین هم استفاده میشن. چون مدافع فکر میکنه شما میخوای توپو ارسال کنید و شیفت میشن به کنار و از فضای خالی به وجود اومده میتونید استفاده کنید و مهاجمتون رو صاحب توپ کنید. پپ خیلی تمر